واجب و حرام بدن. واجب حرام. یعنی یک چیزی که واجب نیست شما به عنوان واجب بدید واجب. بله. این حرام. بله. یا چیزی که حرام هست شما بهت بگید نه خیر این حرام نیست. این بدعت. نماز جماعت مستحبی رو به جماعت خواندن حرامه. حرامه. ولی خلیفه فرمود انجام بدید و این بدعت حسن است. بله. دست بستن. بله. در نماز به دستور خلیفه بوده. بله. پیامبر نمازش دست بسته نمیخونده. بله. و روایات زیادی هم داریم که کبر رسول الله و ارسل یده. بله. پیامبر تکبیر گفت و دستایش باز کرد. بله. خلیفه آمد فرمود که خوبه در برابر خود دستایتونه روی هم بذارید به احترام. بله. و پسی هم باید بدن. بله. خب 4 رقم مثلا ما شما در فقه اهل سنت، برادران اهل سنت 4 رقم دست بستن است. یکی زیر ناف، یکی بالای ناف، یکی در بغل، یکی این طوری. بله. اینا که هیچ کنون پیغمبر اینا رو انجام نداد. بله. پیغمبر یک پس اینا همش باید بدعت بشه، همش باید بله. نمازای تو باطل بشه. بله. توجه فهمید؟ بله. اینی که ما در نماز میگن مستحبه که پاچایتون رو بر بزنید. بله. پیغمبر که اصلا پاچی تنبان نداشت. داشته؟ نه پیرهن عربی داشته. و این چی؟ بله. اینه شما انجام میدید به توی چی عنوان؟ بله. یا فاصله بین قدم هایتون زیاد باشه به چی فرده؟ بله. توجه فرمودید؟ پس اولا مطلق بدعت حرام نیست. بله. همونطور که خلیفه گفته بدعت حسنه، نوروز بدعت حسنه است. بله. شما درش دید و بازدید میکنید، رفت آمد میکنید، مردم خوشحال میشه، بچه ها خوشحال میشه. بله. بدعت نیست. فرضاً هم بدعت باشه، بدعت در دین نیست. بله. هیچ که نگفته نوروز مال دینه. مال دینه. بله. هیچ که نگفت. بله. شما از هر کس سوال کنید نوروز چیه، آقا یک عید باستانی است. باستان. نمیگه که نه خیر، در زمان پیامبر نوروز بوده، واجبه توجیه بشه. بله. پس عرض کردم اینایی که حرفایی که میزنن یا تعصب اینا رو وادار میکنه. بله. یا جهل. جهل. تجربه. بله. جهل. و بدترین امیر المومنین میفرمه که خدا جهل بکشه که دشمن انسانه. واقعا نمیده. بله. جهل هم دشمن انسانه، هم دشمن خود آدم. خود انسان. جهل هم خود آدمه میکشه، هم انسانه. انسان آدمه. بله جا. خیلی عالی است که به عنوان نکته پایانی در این بحث ما عرض بکنیم. خب شاید بیننده ها سایر برنامه ها رو ببینن یا نبینن، همینجا لازم هست هر خوبی بالاخره یک نواقصی هم داره. شما همینجا اگر به صورت کلی نه تنها عید نوروز بلکه عید رمضان، عید قربان و سایر جشن ها، حتی متاسفانه جشن نیمه شعبان، بالاخره یک سوء استفاده هایی هست. حتی در افغانستان قبل از رسیدن عید ماه مبارک رمضان تبلیغ کنسرت های ساز و رقص و اینها به حساب میشه، حتی در خود ماه رمضان. خیلی جای تأسف هست. من یک وقت از نماز جمعه در یکی از مساجد سیدنی نماز جمعه رو تمام کردیم، آمدیم دیدیم که یک تعداد روزنامه هاست که من میره باز کردم روزنامه های افغانی ماه مبارک رمضان نزدیکای شب قدر، دیدم صفحه پشتش یک کنسرت به اصطلاح یک کالاش یک شخص خیلی معروف ره گذاشته بودن که شما از همین الان بلیط را از کدام فروشگاه ها تهیه بکنین. و متاسفانه بعضی از فروشگاه هاش هم از فروشگاه مؤمنین بود که این بلیط در حال تمام شدن هست و فلانی مثلا از آمریکا میاد در سیدنی و شب عید فطر مثلا کنسرت رقص و آواز داره. حالا بعضا در نوروز هم هست. به صورت کلی اینه اگر شما بحث بکنین. عرض کردم میبینید اینا فکر نکنم قابل بحث باشه، چون هر عاقل اینا رو میفهمه. بله. اگر جاهل نباشه، متعصب نباشه، خودش میفهمه. ببینید. بله. ما در نماز هم میتونیم کارهای حرام انجام بدیم. بله. در خود نماز. خود نماز. شما در وقت نماز خواندن مثلا
بپرید، خیز بزنید. حرام. حرام. گاهی در کار واجب هم میشه آدم حرام انجام. حرام. روزه گرفتی اما عوضه که به اصطلاح قرآن بخونی به قول شما میره کانسر پیش. ببین باید ما تفکیک کنیم. بله. بین خود اون عمل و چیزی که وارد در اون عمل باشد. نوروز به ما هو هو به قول فلاسفه ذات نوروز حرام نیست. بله. بله. قماربازی در نوروز هم حرامه، در غیر نوروز. ساز و سرود خلاف شرع در نوروز هم حرامه، در غیر نوروز. اسراف در نوروز هم حرامه، در غیر نوروز هم حرامه. حالا اگر یک کسی در ماه رمضان اسراف کرد، پس بگیم که بدعت کرده، روزشون باطله. بله. اسراف یک چیزه، روزا چیز دیگری. بله. نوروز یک چیزه، کارهای خلاف و اشتباه چیز دیگر است. خلاصه این مسائلی است که من بیشتر فکر میکنم که متاسفانه بعض مذاهب خوب تبیین نشده. یکی از خصوصیات مذهب شیعه الحمدلله والمنه اینه که علمای شیعه آمدن تمام جهات مذهب شیعه را تعیین کردن. ما توضیح المسائل دادیم که تمام احکام ما رو بیان می‌کنه. وضو چطور بگی، غسل چطور کن، نماز چطور بخون، کار اقتصادی چطور کن، کار تجارتی چیکار کن، چی کار حرامه، چی کار حلاله. توجه فهمیدید؟ حتی مکروهات بیان کرد. این در شیعه هست. مسائل اعتقادی رو بیان بله. چی واجبه، چی بهش اعتقاد داشته باش، چی نداشته. یعنی در شیعه هم اعتقادات، بله، هم عمل و هم معاملات. بله. معاملات یعنی کسب و کار، کسب و کار، مسائل اقتصادی و هم سیاست. بله. همش تعیین شده و تبیین شده. بله. اما در بعض مذاهب متاسفانه این تبیین نشده. بله. مثلا ببینید بعضی از برادران اهل سنت که خودشون حنفی میدونن قائل به تکفیرن. الان که خود ابو حنیفه صریح میفرمایه، میگه ما اهل قبله را نمیتونیم تکفیر کنیم. جائز نیست تکفیر اهل قبله. اهل قبله کی؟ یعنی کسی که به طرف قبله نماز میخونه. خب اینا بیان خیلی ها تکفیر میکنن. ایشون میگه تکفیر اهل قبله جایز نیست. بله. اما اینو تکفیر میکنن، خون مسلمان ها رو میریزن. بله. خب پس معلومش که مذهب تبیین نشده. بله. گفتن نشده که مثلا مذهب حنفی چی میگه. بله. والا در مذهب حنفی این مسائل نیست، مشکلات نیست. امام ابو حنیفه خودش میگه، میگه آقا این رأیی که من دادم که تو مثلا در نماز دست بسته بخوان، دست بسته نماز بخوان، این رأیی است که من اینو پسندیدم. اگر کسی از این رأی بهتری ارائه بده باید از متطابق شد. دلیلش هم کتاب حجت الله البالغه احمد شاه دهلوی این نیست. پس ببینید مذهب ابو حنیفه خیلی از اون است که بعضی این آقایون میان. بله. شما در کجای مذهب ابو حنیفه میرید پیدا میکنید که نوروز بدعت؟ بله. در کجایش هست؟ بله. بله. در کجای مذهب ابو اصلا مذهب ابو حنیفه میرید شما پشت سر اهل تشیع نماز بخونید. بله. سل خلف کل بر و فاجر. پس ببینید مشکل اساسی که برمیگرده به این که علمای مذاهب باید زحمت بکشن اینه که متاسفانه مسائل مذهبی در مذاهب تبیین نشده، بیان نشده. یعنی یک جوان الان شما از یک جوان شیعه سوال کن، بگو آقا من میخوام راجع به احکام مطالعه کنم، یه دون توضیح مسائل به دست بگیر. بله. میگم
اما از یک اهل سنت ما یک کتاب به ما بدید من راجع به احکام مطالعه کنم، همه احکام، معاملات، اقتصادیات، سیاسیات، نمیدونم خدمت شما، عبادات ندارم. راجع به عقاید شیعه میگه آقا یک کتاب به من بدید، فوراً شد 10 کتاب بدید، 10 تا کتاب بیشتر با زبان فارسی خیلی خوب، حتی به پشتون نوشته شده مطالعه. اما در بس مذاهب دیگه متاسفانه این نیست. تجربه بله. شما کتاب اصل و شیعه و اصوله ها که آیت الله کاشف الغطا تقریبا 100 سال پیش نوشته و الان ترجمه فارسی هم شده به نام آیین ما که آیه مکارم تصدیق ترجمه فرموده آیت الله از ما مکارم. خب بهترین کتاب در اصول عقاید شیعه است. تمام چیز رو نشون میده چیره یک شیعه حق داره کافر بگه، چیره شیعه حق نداره، چی کار باید بکنه، چی کار باید نکنه، دستوراتی که یک شیعه نسبت به مسلمان داره، نسبت به انسان داره، نه مسلمان. توجه فرمودید؟ نسبت به انسان، من در مقابل یک انسان چی وظیفه دارم؟ در مقابل یک سگ چی وظیفه دارم؟ در مقابل یک گربه چی وظیفه دارم؟ کتاب حقوق امام سجاد بخون، همه چیزا هست. بله. اما در بحث مذاهب دیگه متاسفانه اینا نیست، لذا مردمشون سردرگمه. هر کسی یک چیزی، هر کسی یک چیزی. بله. هر کسی که از یک نفر یک چیزی شنید همون رو بیان. بله. حالا چی حق چی باطل، و گاهی حرفایی میزنن که همون بعض مسائل مذهبی خودشون رو نقص میکنن. مثلا این مثلا این بدعت. بله. پس اگر این بدعت این دوره بس همه چیز باید بدعت باشه. تمام. بله. شما کلاه پوست چرا میپوشید؟ بله. یک بره بیچاره بدبختی که تازه به دنیا آمده او رو میکوشید. بله. برای که پوستش قشنگه او رو میخواید تو سرتون میزنید. بله. یکی از بدعت بدتر. بله. او بره رو میکوشید. بله. تازه همون لحظه به دنیا آمده. بله. او رو میکوشید چون پوستش تنگش قشنگه، میخوام میره تو سرم بذارم مردم به من بگن واه واه چه خوب کلاهی داری. بله. و چرا میپوشید؟ بله. بدعت. بدعت. بلکه حرامه بدعت. توجه فرمودی؟ خلاصه متاسفانه تبیین نشده. تبیین نشده. چون تبیین نشده از این مسائل هر کس یک چیزی میگه. خیلی عالی ساجا. پس خلاصه بحث ما همین شد انشالله. گرچه ما میخواستیم وارد مباحث دیگه مثل توسل و محرم اینها بشیم، ولی خب این برنامه کمی طولانی شد. انشالله این یک برنامه مستقل دیگه در بارش بحث بکنیم. و الحمدلله که همینطور که آجا فرمودن، ما هم کتابهای مرجع داریم که چی خود شیعیان چی غیر شیعیان میتونه به طور واضح و شفاف در هر زبان، چی زبان انگلیسی، چی فارسی، چی پشتو، اون اعتقادات که شیعه داره را بیان بکنه خیلی با زبان ساده، و هم احکام را، معاملات و عبادات اینها خیلی به زبان ساده و روان به زبانهای مختلف نوشته شده و در دسترس همه قرار داره. و لذا حالا با اجازه آجا به حساب یک نکته دیگه هم اضافه بکنیم که ما مرجع هم داریم، یعنی هم کتاب مرجع داریم هم شخص مرجع داریم. مثلا اگر اختلاف بین شیعیان ایجاد بشه، خب میگیم خب ببینیم مرجع تقلید چی میگه، حضرت آیت الله العظما سیستانی چی میگه، ولی سایر مذاهب همچین شخص را هم ندارن که یک شخص خاصه که بالاخره اون فصل الخطاب باشه، یک مسائل مستحدثه را به اصطلاح بگن ایشان نظر بدن و بر همه اون عمومیت پیدا بکنه. این از امتیازات پیروان اهل بیت عصمت و طهارت هست. خب به خاطر که این برنامه خورده طولانی شد، انشاءالله بحث توسل اینها را یک برنامه مستقل انشاءالله در خدمت آجا خواهیم بود. خب آجا اگه نکته دارین شما بفرمایید، بعد یک دعای بفرمایید. خدمت شما عرشه که اینم نکته ای که شما اشاره کردید نکته خوبی است، مسئله اجتهاد در تشیع.
گرچه این یک نکته رو من باید اینجا عرض کنم که اشتباه نشه. بله. پیامبر مجتهد نبود. بله. مجتهد یعنی چی؟ بله. مجتهد یعنی کسی که به اصطلاح دلیل ها رو میبینه و نظر خودم اضافه میکنه از روی یک حرفی میکشه. بله. نظر خودش رو. بله. لذا پیامبر مجتهد نبود. یعنی نظر خودش نداشت. هرچی میبینه قال الله. بله. یکی از امتیازات. بله. ائمه ما مجتهد نبودن. یعنی هیچ کدام نظر خود نگفتن. نه. امام صادق میگه که روایت من روایت پدرم است. نه. یعنی من از پدرم نقل میکنم. پدرم از پدرش یعنی علی ابن الحسین نقل میکنه. علی ابن الحسین از امام حسین نقل میکنه. امام حسین از امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیامبر، پیامبر از خود. نه. سند روایاتش یعنی لذا هیچ اختلافی بین روایات شیعه، روایتی که امیر المومنین گفته با روایتی که امام حسن عسکری گفته نیست. بله. هیچ اختلافی نیست. توجه می‌فرمایید؟ بله. از همین جهت احکام شیعه هم اختلاف نداره. 1400 سال شده، 1300 خورده، 200 خورده سال است که ما به اصطلاح امام غایب شده و ما طبق فرمایش فتاوی مراجع عمل میکنیم. هیچ اختلاف بینشون نیست. بله. مرحوم صدوق هم گفته دستواز نماز بخوان. بله. آیه سیستانی و آیه فیاض هم میگه دستواز نماز. بله. اونا میگه این عمل حلاله و این عمل حرامه. اینا میگه. بله. هیچ اختلاف ده. اما در مذهب اهل تسنن متاسفانه، من مدرک ها بهتون بدم، آقای محمود ابو ریح از علمای بزرگ مصر کتابی داره به نام الازواء علی سنت المحمدیه. در این کتاب یک فتوا در یک مسئله نقل میکنه، سه تا فتوا از سه مجتهد مختلف. سی فتوای مختلف. بله. ابو حنیفه اینطوری گفته، ابن ابی لیلا اینطوری گفته، اوزای اینطوری گفته. بله. و هر ستام مدرکشون روایت پیامبر. یعنی چی؟ اینجا آدم میمونه آیا پیامبر سه جور حرف زده یا این صحابه اشتباه فهمیده یا این امام مذهب اشتباه فهمیده. اما در شیعه نیست. نه. از همین جهت وقتی که امام ابو حنیفه در سال 80 به دنیا آمد، نه. سال 150 از دنیا رفت. نه. و اولین کسی بود که مذهب را تأسیس کرد. قبل از او که مذهب نبود. و مردم چی کار میکرد؟ نه. تا سال 150 مردم چی کار میکرد؟ نه. توجه فرمودید؟ چی کار میکنه؟ به چی عمل میکنه؟ بعد از اینکه این مذهب امام ابو حنیفه به وجود آمد و بعد شافعی و مالک و حنبل و اینها، بعدش در همون زمان 70 مذهب دیگه به وجود آمد. 70 مذهب. مذهب اوزایی، مذهب حسن بصری، مذهب سفیان ابن عیینه، مذهب سفیان سوری، مذهب حسن نخعی، ابراهیم نخعی، حسن بصری، کی 70 مذهب. 70 مذهب. تا این که خلیفه عباسی دید خیلی وضع خراب میشه. بله. در سال 50 قرن 50 دید خیلی مذهب اگر میتونی ادامه پیدا کنه شاید گپش به 1000 مذهب برسه. آمد گفت نه خیر، 4 تا مذهب بیشتر باید نباشه. بله. خب اگر بحث بدعت باشه بس همه اینو بدعت. بله. پس ببینید ما در شیعه مجتهد نداریم. بله. مجتهد یعنی کسی که نظر خود را در دین داخل میکنه. بله. قیاس میکنه. قیاس میکنه یا غیر قیاس. بله. توجه فرمودید. بله. لذا خیلی علمای اهل سنت با جناب امام ابو حنیفه مشکل داشتن واسه این قیاس. بله.
گفته این مذهب مذهب قیاسیه. بله. امام ابو حنیفه در تمام فقهش 17 روایت را قبول کرده. بله. 17 روایت. دیگه همش بر اساس قیاس. بله. لذا مذهب رأی با وجود آمد، مذهب قیاس با وجود آمد. با هم دعواهایی شد، چیزهایی کرده وارد این بحث آدم بشه، بحث عجیب و غریب نیست. شما کتاب وفیات و رعیان ابن خلکان رو بخونید، خطت مقرزی رو بخونید که چی جنگ های بین حنفی و شافعی شد، خان مدرسه ها رو سوختاندن، کتاب ها رو آتیش زدن، بازارها تعطیل شد که یکی حنفی بود، یکی شافعی، یکی از این تدویز میکرد، یکی از این بله استحسان مثلا حالا اون استحسان اینا هیچ بله توجه فرمودید بله پس بس اینه بله ما مذهب ما اون نیست که خدا گفته اون خدا گفته یعنی امام صادق خودش مجتهد نبود که بگه که بله پیامبر اینطوری گفته اما نظر منو میگه اینطوری نبود بله توجه فرمودید بله. اونیست که خدا فرمود. بله. الان شاید خوبه، خیلی خوبه که آدم فرصت داشته باشه منابع علم امام مطرح کنه. آه. که امام از کجا منبع علمش، منبع علمیش چی بود. بله. منبع علمی دیگر آخو معلوم. همی کتابا. کتابا. امام منبع علمیش چی بود. بله. که نظر هیچ نداره. همش مبتنیست به نظر خدا پیامبر. بله. این یه بحث خیلی مفصل خوبیه. خیلی عالیه. که اگر آدم وارد بحث امام شناسی بشه، خیلی. اونجا آدم باید ببینه که منبع علم امام چیه. خلاصه ما مذهبمون دیگه این شاید به بعضی آقایون خوشون نیاد یا بیاد، کار نداریم. بله. مذهبمون مذهب نظر نیست، قیاس نیست. قیاس نیست، فرمایش خدا و پیامبر. همینطور که شما فرمودید همه رؤسای مذهب اعتراف دارن که ما شاگرد فلانی بودیم. ولی خود امام اصلا هیچ جایی نداریم که شاگرد کسی باشه. واقعا خودش یک بحث طولانی هست انشاءالله. خیلی عالی ساجاد، روزم جمعه در آستانه ماه مبارک رمضان هم قرار داریم و شاید آخرین جمعه ماه مبارک شعبان باشه انشاءالله. خیلی هم التماس دعا گفتن از شما مخصوصا و خیلی ها فرزند ندارن، بعضی ها تلفن کردن، یعنی چند سال است که پیگیر هستن که خداوند یک عنایت بکنه بر ما فرزند. بعضی ها مشکلات خانوادگی که دیگه از حد گذشته، حالا خب کشور افغانستان هم که مشکلات خودش داره، یعنی اون طرف یک سری مشکلات خاصه لاینحل است، این طرف هم یا روز جمعه است انشاءالله اگر التماس دعای خاصه بشه. من اینجا یک جمله خرج کنم باید. خدمت شما از آقای بختیاری، اگر ما به دستورات اخلاقی و تربیتی و خانوادگی اسلام عمل کنیم هیچ وقت اختلاف نداره. بله. هیچ وقت اختلاف نداره. اختلاف از وقتی پیدا میشه که یکی بگه خدا، یکی بگه شیطان. آه. اونجا اختلاف پیدا میشه. بله. لذا خیلی خوبه که بحث‌های خانوادگی مطرح بشه، بحث‌های اخلاقی مطرح بشه. حقوقی که برادران مؤمن بر همدیگر دارن، بله. زن بر شوهر، شوهر بر زن، اولاد، امثال اینها، اگر آدم عمل کنه اکثر این مشکلات از بین میره. در همه حال خب امیدواریم که خداوند به حق صاحب امروز امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، اولین دعای ما اینه که خداوند فرج آقای امام زمان عجل الله فرجه شریف برسانه، الهی حاجات امام زمان رو برآورده کنه، الهی و حاجات همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا جوانها، کسانی که همسر ندارن، اولاد ندارن، خانه ندارن، کار ندارن، زندگی ندارن، شغل ندارن، حاجات همه رو خدا برآورده کنه. مرضای مؤمنین، مخصوصا کسایی که مریضهای مشکلی دارن، مرضهای مشکلی دارن، مریضه سخت و صعب العلاج دارن،
به حق محمد و آل محمد، به حق این بقیه ای ماه شعبان، همه را خدا شفا بده. رحم گذشتگان ما، پدر، مادر، زن، حقوق، اساتید، کسانی که در این راه هدایت و دلالت و راهنمایی کردند و از دنیا رفتن، خدا همشون را به حق محمد و آل محمد بیامرزه. رحم اونها را دعاگوی حال ما قرار بده و ثوابی از اعمال خوب ما به اونها نثار بفرماید. و من یه نکته‌ای به برادران عزیز که در کشورهای خارج هستن عرض کنم. یکی از وظایف مهم مسلمان‌ها پند و اندرز دادن به مسلمان‌ها و دلالت به خیر است و این متوجه همه مردم میشه نسبت به جوان‌ها. باید جوان‌ها را بهشون زمینه آشنایی با دین، با مذهب آشنا کنن، فراهم کنن. و اگر کسی روایت داره که قدرت اینه داره، مثلا میتونه دو تا کتاب بخره ببره به یک جوان بده، نکنه روز قیامت از دشمنان خدا محسوب میشه. لذا خیلی مهمه که ما نسبت به جوانهای ما در کشورهای اروپایی خیلی همت کنیم و به اونها برسیم. مجالس حسینیه و مجالس محرم و رمضان را تعطیل نکنیم، مجالس هفتگی داشته باشیم و سخنرانی های خوب، فرمایشات خوب بزرگان را تا حد الامکان به دسترس جوان ها قرار بدیم. خیلی عالی. صلی الله علی سیدنا محمد و آل اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی عالی است. آجاها فرمودن، همینطور که آجاها فرمودن، انشاءالله شما عزیزانم، هر کسی که توانایی داره که این کلیپ ها را به زبان های مختلف، حالا سب تایتل زیر نویس بنویسن به زبان های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، انشاءالله عرایز بنده که ناقص هست ولی عرایز حضرت آیت الله را انشاءالله بنویسن، در دسترس مؤمنین قرار بدن، در دسترس جوان ها، که انشاءالله همه استفاده بکنن و این خیر و این صدقه جاریه بر اونها انشاءالله ثبت شه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.